تظاهرات و راهپیمایی در واشنگتن در همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران. انعکاس تظاهرات واشنگتن در رسانه‌های بین‌المللی. وزیر خارجه آمریکا: سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران ادامه دارد. تظاهرات و راهپیمایی در واشنگتن در همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران، پشتیبانی از جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران و حمایت از برنامه خانم مریم رجوی عصر روز جمعه در واشنگتن برگزار شد. خبرگزاری رویترز با مخابره عکس‌های متعدد از تظاهرات مقاومت ایران در واشنگتن نوشت: ایرانیان روز 21 جوان در یک راهپیمایی با عنوان قیام برای تغییر رژیم و تظاهرات همبستگی با مقاومت ایران شرکت کردند. آنها در انتهای این راهپیمایی در پارک لافایت در مقابل کاخ سفید در واشنگتن پرچم‌ها را برافراشته و شعار دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در دومین گزارش خود از تظاهرات واشنگتن نوشت: ایرانیان یک گردهمایی و راهپیمایی در واشنگتن برگزار کردند و خواهان تغییر رژیم ایران شدند. جلیقه زردها با پوستر ایران آزاد در مقابل وزارت خارجه آمریکا خواهان پایان حکومت دیکتاتوری مذهبی ایران شدند. بعد از این گردهمایی تظاهر کنندگان تا کاخ سفید دست به تظاهرات زدند تا هدفشان را دنبال کنند. مریم رجوی در یک پیام ویدیویی خطاب به جمعیت در صحنه که شامل قانونگذاران فعلی و سابق آمریکا از حزب دموکرات و جمهوری خواه بودند گفت: ما اعلام کرده و می کنیم که آنچه دنبالش هستیم سرنگونی رژیم ایران است. سرنگونی، سرنگونی. العربیه طی گزارشی نوشت: روز جمعه جمع کثیری از اعضای مجاهدین خلق ایران در مقابل مقر وزارت خارجه آمریکا گرد آمدند و خواستار سرنگونی سران رژیم ایران شدند. آنها یک راهپیمایی را به سمت کاخ سفید سازمان دادند. مجاهدین در گرد همایی گذشته خود میزبان جان بولتون، مشاور امنیت ملی و همچنین رودی جولیانی بودند. سایت العین الاخباریه ابوظبی در گزارشی از تظاهرات واشنگتن نوشت: مریم رجوی در پیامی به این تظاهرات خواستار پایان یافتن سیاست مماشات با رژیم ولایت فقیه و حمایت از اعتراضات ایرانیان داخل کشور برای سرنگونی گردید. مریم رجوی گفت: رژیم آخوندها 4 دهه تلاش می کند با سرزنش آمریکا توجه مردم ایران را از انبوه خرابی ها منحرف کند. مایک پومپئو طی سخنانی در جریان رونمایی از گزارش سالانه آزادی مذاهب در وزارت خارجه آمریکا از جمله گفت: در ایران سرکوب بهائیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی همچنان وجدان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. In Iran, the regime's crackdown on the Baha'is, Christians and others continues to shock the conscience. در این مراسم همچنین سام برامبک، نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذهب در جهان، گفت: رژیم ایران یکی از بدترین کارنامه‌های آزادی مذاهب در جهان را دارد. رژیم ایران مردم را به خاطر باورهای مذهبیشان تحت آزار و اذیت قرار می‌دهد یا اعدام می‌کند.